در این بینای 70 ساله یک زمان گاو پرورش میکردند. حالا در داخل آن بچه های مردم با صد از آب و مشقت درس میخوانند. سفینه یکی از آنهاست. برای که جا کمر سیف مونه میرسونه برای که مور در پرته 4 نفر میشنیم که درسونه تیار کنیم. بیشتر از 300 نفر اینجا درس میگیرند. ظاهرن کودکانی دلیرند زیرا نه همه جورتی نشستن در چنین سیف خانه ها را دارد. جدول درس بچه ها را نه تنها وزارت معارف بلکه طبیعت هم تغییر می دهد. باران می چکد، ما در اینجا خوانده نمی توانیم و معلم مجبور می شود که ما را جواب بدهیم. سال 1981 اینجا را با اندک تغییر از فرما به مکتب تبدیل دادند. مکتب میانه رقم 5 دهه سالمالی دشت ناحیه بلجوان شد. فرش بعضی از سیمخانه ها از گیل و سقفشان از قمیش است. میز و کرسی ها را می توان با آثار خانه سپرد. وقتی نوشتن میانم رو نقد میکنیم می نیسیم. می جیم با پرته استالان با بچه ها و آموزگاران مکتب در داخل فرو رفتن بام و در بیرون افتادن به غار تهدید می کند. غاره که هر سال به مکتب نزدیکتر می آید و به گفته پیران دهه خطر فلاکت را بیشتر می کند. مکتب در یک نیم متر مانده. های مکتب شوری بازی میکنه یا که میرا باشد میرا در تا میزنه. من سوی بی کلاک می قفم گریوان معلیم که هر سی سرگر مرسی هم خیلی کرده. مقامات بلجوان و وزارت معارف سال هاست که از حال ریقتاور مکتبی سالمالی دشت آگه هستند و وعده دادند برای اهالی افزاینده دهه مکتبی نو می سازند. های حوزی مکتبی ما در حالت صدمه در حقیقت ایره همه جو می داند. ما مثال بگیریم که به حکومت نوحی هم شبه معارف هم مراجعه کردیم اخبارات رو بگیم. حکومت نوحی هم همین گفتند که تحریزی شدگی همین مکتب باید که در یکان جو مکتب نو بسازند. فر همین رو حوزی ما نگاه داریم که می شود. با رسیدن بهار امیدواری آموزگاران و بچه ها زیادتر می شود که روز کارگران می آیند و خواسته ساده و دیرینه بچه ها را عملی می کنند. سیمپی نو می خواهیم. می خواهیم سیمپی نو داشته باشیم. به کسی کسی پرته بشینیم. درسان ما خوب تیار کنیم.